سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. ما جلسه قبلی در رابطه با اپند صحبت کردیم، بریم راجع به مرج صحبت بکنیم. خب من نمیخوام ذخیرش کنم اینو. اوکی، دیسکارد. خیلی دوره میام یه سری دیتا رو میارم داخل پروژه هم. من الان پروداکت کاتگوری رو میخوام، اینو بذات بیارم ترانسفورم. خب اسمش رو تغییر میدم به دیم. خب بریم اون یکی رو بیاریم، ساب کاتگوری رو بیاریم. اوکی، اینا میکنن دیم و یکی از اون فکت تیبل ها رو هم بیارید، مثلا 2015 رو. اسمش رو میذارم فکت تیبل. خیلی خب این هم از خب میخوایم چی کار بکنیم؟ بذار دیم پروداکت هم بیارم. پروداکت این هم دیم پروداکت. خب این دیم پروداکت رو من یه کپی ازش میگیرم، دابلیکیتش میکنم. خیلی خوب، بعد ستون رنگش رو نگه میدارم، بغیر پاک میکنم، فقط ستون رنگ. توی این ستونم دابلیکیت ها رو حذف میکنم، remove duplicate، فقط رنگ هایی که موجوده بمونه. میخوام اینو تبدیلش کنم به یک تیبل، بس بعد یه ایندکسی داشته باشه این تیبل. میام چیکار میکنم؟ توی add columns یه گزینه ای هست به نام ایندکس کالم. سه تا گزینه میده، میگه از صفر شروع بشه ایندکس ها، نگه از صفر شروع شد، از یک شروع بشه، یا اصلا کاستوم باشه. مثلا من میگم از یک شروع بشه، ده تا ده تا زیاد بشه، یک، یازده، بیست و یک. پس ایندکس دادن به یک تیبل رو به سه شکل میتونید انجام بدید. من این دوتا رو پاک میکنم، فقط این بمونه. بعد اینم میارم سمت چپ، اسم اینم عوض میکنم به دیم پروداکت کالر. خب حالا میخوام مرج کنم. چی رو با چی مرج کنم؟ میخوام اینجا به جای این اسم رنگ ایندکسش بخوره، یعنی این سب بشه. اسم این رو عوض میکنم به پروداکت کالر آیدی. خب میام اینجا، بریم مرج کنیم با هم دیگه. پس من میخوام بین این دوتای مرجی انجام بدم. میام توی هوم، مرج، اولی انتخاب میکنم، نمیخوام این نسخه جدید درست کنم. میگم با دیم پروداکت کالر میخوام مرج کنم. ستونه مشابه رو باید پیدا بکنید، این ستون با این ستون. اینو میخوام بردارم، به جاش این عدد رو بذارم. چیزی رو دست نزنید. اوکی، خب بعد میاد اینجا. چی رو میخواستم؟ من اینو میخواستم، این تیکم بردارید، دیگه اینو نیاز ندارم، به جاش کالر آیدی دارم. بذار بیرمش اینجا. خیلی صفر چه رنگی میشه؟
میشه قرمز و به ترتیب بقیه رنگ‌ها هم مشخص. این از یه حالت مرج. بریم یه حالت دیگه مرج صحبت بکنیم راجعش. اگر من بخوام چند تا تیبل رو هم دیگه مرج کنم، به عنوان مثال من بخوام تو این ساب کاتگوریه یه ستون اضافه شه و این کاتگوری هم اسمش بیفته، یعنی به جای این کاتگوری آیدی اون بیفته، میام چیکار میکنم؟ مرج رو میزنم، کاتگوری انتخاب میکنم، خب این کاتگوری کی با این دوتا اوکی میزنم. اینجا چی رو میخوام؟ کاتگوری نیم رو میخوام. تموم شد. خب حالا میخوام این جدول حساب، این جدول جدیده رو با فکت تیبل مرج کنم، یعنی به جای دقیقا اون اطلاعات پروداکت این ستا بیفته. خب اول میام تو دیم پروداکت، میگم اینو مرجش کن با ساب کاتگوری. حتی ببخشید از بخوام فکت میخوام مرجش کنم با کاتگوری، ولی میخوام این نسخه جدید بسازه. خب با دیم پروداکت یه پروداکی اینجا داشتم، این هاش با پروداکی اوکی رو میزنم، میام اینجا از بین تمام اینا چی رو میخوام؟ مثلا پروداکت نیم، مدل نیم، کاست، پرایز، مثلا سایز هم بیاد. تمام این اطلاعات اومد اینجا، حتی میتونید اینو الان با مثلا کاتگوری و ساب کاتگوری هم مرج کنید، این کار هم میتونید انجام بدید. خیلی خوب، این هم از بحث مرج. بریم بیام ادامهش جلسه بعدی. فعلا خداحافظ.